سلام، سارا هستم با یک آموزش دیگه در خدمتتونم. بریم ببینیم که چیه. نون سیتون، یه پیشغذای خیلی راحت و بسیار خوشمزه. قبل اینکه شروع کنیم حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، از طریق کامنت ها جوابگوی تمام سوالاتتون هستم. بریم برای شروع. خب بریم برای آماده کردن خمیر یا همون نون سیرمون با هم دیگه بریم ببینیم. اینجا آردو داریم، خمیر مایه، نمک، شکر، کره را اضافه میکنیم، شیر رو اضافه میکنم. حتما باید شیرمون ولرم باشه و اینی که اندازش بستگی به این داره که خمیرمون ببینیم احتیاج بیشتری به شیر داره یا نه. تخم مرغ رو اضافه میکنم و حالا حسابی ورز میدیم خمیرمون رو. اگر احتیاج به شیر بیشتری داشت کم کم شیر رو بهش اضافه میکنیم. ورز دادن توی این خمیر خیلی مهمه. و تا جایی ما ورز میدیم خمیر رو که دیگه به دستمون نمیچسبه و اون حالت چسبناکی رو دیگه نداره. بیس کارمون رو آرد پاشی میکنیم که خمیرمون نچسبه و حسابی شروع میکنیم به ورز دادن. هر موقعی هم که دیدیم احتیاج به اضافه کردن آرد هست، آرد بهش اضافه میکنیم. کف قالب مورد نظرمون رو آرد پاشی میکنیم. خمیرمون رو که به صورت چونه در آوردیم توی ظرفمون میذاریم. یه مقدار خیلی کم با دستمون اونو تختش میکنیم و یک دستمال نمدار، حالا پارچه تنظیف باشه که خیلی بهتره، و یا اینی که کیسه فریزر یا همون نایلکس رو کامل روش میذاریم و میذاریمش توی فر خاموش، یعنی جایی که یه مقداری گرم باشه. حدود نیم ساعت خمیرمون باید استراحت کنه تا حجمش تقریبا دو برابر شه. خب میریم که خمیر سیرمون رو درست کنیم. سیر به مقدار خیلی زیاد، یعنی ما احتیاج به خمیر سیر خیلی زیاد داریم، حدوداً 20 حبه. کره رو بهش اضافه میکنیم. ما میخوایم یه خمیر سیر سبزیجات داشته باشیم، یعنی میکس سیر و کره و جعفری ساتوری شده، و اونو حسابی هم میزنیم تا یه حالت خمیر مانندی به ما بده. و ببینین چقدر پف کرده. بعد تقریبا حجمش اینجوری دو برابر بشه. روشو با اسپری روغن یا همون با یه مقداری کره کوچولو چربش میکنیم که بتونیم حسابی خمیرمون رو صاف و یک دست کنیم. قالبمون رو میچرخونیم که همه جای خمیر به یک اندازه تخت شه، یعنی یک جا زخیم و یک جا نازک نباشه. باید کاملا ما یک دست اینو پهن کنیم. البته سلیقه اینو تا اونجایی که دوست دارین تختش کنیم، به خاطر که این خمیر پف خیلی زیادی داره، پس حسابی تختش کنیم. و با چاقو شروع میکنیم کاملا روی خمیرمون شیارهای افقی و عمودی ایجاد میکنیم. البته فقط سطح کار رو اینو عمیق نمیکشیم که خمیرمون رو پاره نکنیم.
الان با برسمون کاملا روش و خمیر سیر میمالیم. خیلی با صبر و حوصله خیلی زیاد این کار رو انجام میدیم. کاملا سطح خمیرمون رو با خمیر سیر کره مالی میکنیم. الان با پشت چاقومون، یعنی لبه یه تیزی نه، با پشت شروع میکنیم این شیارها رو دوباره مرتب میکنیم، یعنی روی همون خط همون شیار رو دوباره ایجاد میکنیم. خب الان شروع میکنیم به گذاشتن پنیرهای توپی موزارلامون بین این شیارها. اینا رو از وسط نصف میکنیم و بین هر شیار قرار میدیم. خب بعد تموم شدن این کار شروع میکنیم به ریختن پنیر پیتزای رنده شدمون. روی سطح رو کاملا با پنیر پیتزا میپوشونیم و حدود 20 تا 30 دقیقه میذاریم توی فر با دمای 180 درجه. البته حتما فرمون از قبل گرم شده. خب الان نون سیرمون کاملا آماده شده. ببینید چقدر پف کرده، چقدر خوشگل شده. اگر این رسیپی رو کاملا همین جوری با همین میزانی که من بهتون توضیح دادم انجام بدین، مطمئنن همین خمیرتون به همین اندازه پف میکنه. الان شروع میکنیم به کره سابی، یعنی باید کامل روی نون سیرمون رو کره مالی کنیم. بعد فلفل سیاه میپاشیم، کاملا فلفل سیاه میریزیم، اورگانو داریم، آویشن، هر کدوم رو به سلیقه خودتون میتونین روی سطح نون سیرتون بریزین به همین خوشمزگی. سیرمون آماده شد. ببینیم چقدر خوشگله. الان میریم کات کنیم، تست کنم بهتون بگم. به به، ای کاش همه تو اینجا بودیم، عطر و بوش رو میفهمیدیم. خیلی خوشمزه است، عطر و بوش خوشمزه است. میخوام بافت خمیرشم از نزدیک بهتون نشون بدم. ببینید کامل خمیر پخته، جای همگی تو خالی. عالیه، خیلی خوشمزه است. حتما کانال منو سابسکرایب کنین، زنگولنم فعال کنین، لایک کم کنین. مرسی، تا برنامه بعدی، خداحافظ.